موزیم های آثار باستانی نشانگر تاریخ بشریت است که اکثراً از دیدن آنها و تفکر درباره پیشرفت های کنونی لذت می بریم. موزیم ها می توانند آثار باستانی نباشند و حتی از آثار امروزی پدید آیند. به طور کلی به هر نوع جمع آوری و بررسی آثار خاصی در یک خانواده با ویژگی حدوداً مشترک موزیم گفته می شود. گسترش موزیم های دنیا و همکاری های همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه های مؤثر از اهداف روز جهانی موزیم و میراث فرهنگی است که دارای خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزیم ها در سطح جهانی می باشد. نام موزیم از لغت فرانسوی میوزی گرفته شده و به معنای مکانی هست که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهای گرانبها را در آن به معرض نمایش می‌گذارند و دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و سایر اقشار جامعه از آن استفاده می‌کنند. کلمه میوزی را فرانسویان از لغت یونانی گرفتند. میوزی نام تپه‌ای در آتن بود که در آن عبادتگاهی برای میوزی الهه یونانی قرار داشت. بر اساس قطعنامه‌ای که در 12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزیم ها یا آیکوم که در 28 می سال 1977 میلادی در مسکو برپا شد، روز 18 می برابر با 28 ثور به عنوان روز جهانی موزیم ها اعلام شد و از آن سال در روز جهانی موزیم در همه کشورهای عضو مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود. امروزه در کشورهای مختلف جهان موزیم های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، حیوانات، وحوش و سایر مجموعه های تاریخی آن کشورها را بازگو می کند. فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزیم ها جمع آوری شده شناخته می شود. یکی از راه های شناخت اقوام گذشته و آشنایی با نحوه زندگی آنها از طریق موزیم ها به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده می شود. اولین موزیم در قاره آسیا موزیم آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است و اولین موزیم افغانستان در سال 1297 هجری شمسی در منطقه باغ بالای کابل به نام موزیم ملی افغانستان پایه‌گذاری و افتتاح شده است. سال 1746 میلادی را در تاریخ تحول و تکامل موزیم ها باید نقطه عطفی به شمار آورد، چرا که در این سال نویسنده فرانسوی لاخون دوسنین عقاید و اندیشه های نوینی را در مورد موزیم عنوان کرد که موجب تحرک و تسریع در بنیانگذاری موزیم ها شد. 4 پس از آن به سال 1750 میلادی اولین موزیم واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ برپا شد. موزیم ها اهداف متعدد را سرلوحه کارشان قرار دادند. نگهداری از آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان، محاسبه و قیاس میان پدیدارهای تاریخی، فنی، صنعتی و هنری گذشته و حال، ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام، شناخت و نمایش سهم اقوام و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی، اعتلا و التیام میزان دانش محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و سایر اقشار جامعه و
و نیز جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگ‌های نامانوس از دیگر اهداف موزیم به شمار می‌رود. میراث فرهنگی ردپای انسان در طول تاریخ است که حامل پیامی انسانی است، پیامی از چگونگی زندگی، تلاش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آنچه در معرض بوده است. این تلاش ها به صورت تجارب راهگشا در تکوین و تکامل تمدن های بشری نقش اساسی داشته است. میراث فرهنگی نشان از هویت و غرور ملی و باعث تداوم و غنای فرهنگ در یک کشور است که حفظ آن وظیفه همگانی و همیشگی است. میراث فرهنگی منحصر به فرد، غیر قابل جایگزینی و در بین نسل‌ها از ارزش و احترام برخوردار است. چیزهای کوچکتر از جمله آثار هنری و دیگر شاهکارهای فرهنگی در موزه ها و گالری های هنری جمع آوری می شوند، در حالی که برخی دیگر همچون بناهای باستانی در مجموع یک میراث فرهنگی شناخته می شود. افغانستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان کشوری که با فرهنگ دیرین در شکل گیری تمدن‌های جهانی دخیل بوده، میراث فرهنگی گسترده‌ای دارد. آثار بجامانده از گذشتگان ما همواره زینت بخش موزیم‌های جهان بوده است. نتایج مطالعات و کاوش‌های باستان شناسی بازگو کننده آن است که افغانستان دارای یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری بوده است.